دوباره خوش آمدید ندامه صبح زندگی از قسمه که گفتم در بخش تبیر خواب بینده ها قرار داریم مهمان خیلی گرامی ما جناب استاد امانالا احمدی کارشناس مسائل اسلامی با ما هستن امروز هم پنج و بازم خواب روی شما هموطنان عزیز بینندگان های عزیز که با ما شریک ساختین یک یک به خانش میگیریم جناب استاد سلام صبح بخیر خوش آمدید به صبح زندگی تشکر زنده باشین ما خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم با لفظ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته بخیر و سلامت باشین از هموطنان شروع میکنیم از بیننده شروع میکنیم اما در مسیر رو اومدم یکی از دوستا سلام و, و بر شما تقدیم کرد خوبی دیده بودن گفتن و ما خواستم با شما شریک بسازم که تعبیر خوابشان چی است گفتن در خانه هستیم اما مرکز گرمی که در خانه است خواب میبینیم که باز میکنیم آب و مقابل ما فواره میکنه و بعدش هم پایپ آب در دست از گل هایی که خشکیده در اما جای یا مکانی که است، اونا را آب داری میکنم کلن آب داری بوده و آب میداده و گلهای خشکی در آب داده که اینا تازه شوند و شاید اینا به ما دعا بکنند که من اینا را آب دادم و تازه میشند جناب احمدی صاحب بعضی خواباس که بسیار واضح می باشه یعنی هر کس می تانه که اظهار نظر کنه این خواب از اینا بسیار خواب خوب است واضح هم است و چون رسول الله صلی الله علیه و سلم در حضورشان اصحاب وقت می دادن که تعبیر کنن از جمله و بکر صدیق خواب تعبیر میکنن. می کنن باز میگه بعضیش صحیح گفتید بعضیش خطا کردی اما این خواب آسانی است واضح هست هر بندشی که داشته باشن انشاءالله و بندش حل میشه. همی که آب باز میکنن فاوره میکنن دیگه خود آب چیز بسیار خوب است در خواب کس میبینه به شرط که آب آب صاف باشه آب صاف بوده آب جاری هم خوب است بله دیگه ان شاء الله ای که گل ها رو آب دادن خوشن گل خشکیده است ان شاء الله چون آیه قرآن کریم سرات صراحت داره که وجعلنا من الماء كل شيء حي ما آب همه چیز زنده میسازیم یک تغییر مثبت ان در زندگی از اینا می بندش هایی که در زندگیشان از او از بین میره و خوشی و خوشحالی ان شاءالله نصیبشون بشه ان که خوشبخت باشن همه هموطنان عزیز ما همه بیننده‌ای که همین لحظه خوابای خب دبیر خواب خونه با ما شریک ساختن شروع میکنیم از عبدالله جیلانی گفته سلام وقتتان بخیر علیکم سلام خواب میبینم که در خانه ما برف شروع به بریدن میکند و من در آن لحظه یعنی در خواب احساس خوشی میکنم بله اول خو امی که احساس خوشی میکنه بسیار خوب است معلوم میشه خواب خواب رحمانی است به خاطر که در حدیث میگه کسی که خواب میبینه و خوش داره باید حکایت کنه حمد الله رم بگه اینا حمد الله را الحمد بگن بلد. خواب خوب است دیگه خود برف و باران هر دو رحمت پروردگار است روشنی است بله آه. و صرف یک چیز اضافه کنیم چندین بار در برنامه گفتیم بازم به دوستا که اگر در غیر موسمش باشه خوب نیست ولی اگر حال دو این خوب دیده دیگر. باشن حال موسمش است بله دوام میکنیم که الله رحمت خود نازل کنه بر و شما بخیر باشین جناب استاد وحید یاوری گفت سلام صبحتان بخیر. علیکم سلام من پدر و امم چند سال قبل یعنی که فوت کردن در خواب میبینم که باز هم فوت کردن وقتی تکان میده هم یعنی اونا رو تکان میده زنده میشون و دوباره میبینم که دریا هستن به حالت جنازه در دریا هستن در حالت جنازه خب خب رمز است کمی انسان توقف کنه خب بازم از نظر کلیات قایده ای نمیست که کسی میت در خواب میبینه اگر خوش است خوش اگر خفه است خفه این نگفتن با ما صرف گفته که میت پس دوباره زنده میشه این هم که علامه و نشانه سعادت میت است چرا در قرآن کریم برای ما شما فقط یگانه اموات را... یگانه کسایی که از, ب... از این دنیا میرن زنده گفته که شهده است ولا تقول لما یقتل فی سبیل الله اموات يَا وَالَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا هِنَا خودي حياتي دوباره زنده شډنه ازي اي هم په اونوم تعلق ميغيره او يک چیزه ديگه هم است چروا په خاطر ازي كه اينو وقته كه ميبینن ميته كه پاز دوباره زنده شډه هم رب داره په قصه موشاه عليه السلام اين از نظر تعبير ما ميغيم كه وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تکتمون فقل نضربوه به بعضها خوش دوستای دو آیات نه من خلاصی چیز که مو شخصی که وفات کرده بود کشته شده بود و ایرا گا،, گا و زب هم میکنن مشاور شما مصرف الله برشان میگه بالاخره به با پاری گشت گاو میزنن به میت و میت میخیزه زنده میشه امکان داره اینا در زندگیشون یک کار عجیبه که تصور از او را نمی کردن ای را ببینن ولی انشالله او کار کار خوبی هست تو تشویش نکنن که خدای ناکرده در زندگیشان مشکل پیدا میشه یک خارق العاده گفتن نمیتونه یک کاری که دور از تصور است انجام میشه و انشالله دا دعا میکنیم اگه خیر باشه این واقعیت شود با. بخیر باشید محمد امید امیری گفته سلام صبح زیبایتان بخیر تشکر صبح شما هم بخیر اینا هم خواب دیدن که ما و خواهر مردی ما برنج میخریم در زیر برنج بر ما یک دانه سیب می باید. و بعد از او مادر جانم هر دوی ما روزه هستیم در سر دسترخان هر قسم غذا هست ما و مادر منتظر اعزان می باشیم همه تو یک صدا بالا بالای آمد که در روز روزه یعنی روزه متوتر بگیرد <applause> بله ابو بله شده و... نفرش ندیدم رمزش پیدا شد رمزش, رمزش, رمزش پیدا شد است که امکان داره برادر عزیز ما در زندگیشان همیشه قسم یاد میکنن اینا و از قسم زیاد شما خبر دارین که شریعت منع کرده بدون ضرورت انسان حلاف نباشه بدون ضرورت انسان قسم زیاد یاد نکنه چرا انسان هم اعتبار خود از دست میده ما در یک حالتی که بسیار مجبور میشیم و میخوایم که جانب مقابل گپ ما را باور کنه در اون صورت ما چی میگنیم قسم یاد میکنیم در غیر از اینا حلاف نباشن زیاد قسم یاد نکنن و اگر امکان هم داره کدام وقت قسم یاد کردن و حانث شدن باید کفاره قسم را بپردازن که در روز زم اشاره به می است دقیق سورا بمیری هم گفته سلام علیکم پیامبر اکرم صلی الله را در خواب دیده بودم اما چهرهش معلوم نمیشد بگونه گونه نور سفید کم انکاس بود و چیز هم نگفت و دیگر قیامت را خواب دیدن چه تعبیر دارد؟ جواب سلام شون و علیکم السلام میگم احمدی صاحب کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم را و یا هر پیامبری را در خواب ببینه این علما میگن که از دو حالت خالی نیست <تصف> <تصف> یا این شخص پرهیزگار است یا خدا اینا کرده تقصیر داره در طاعت و عبادت در حالت اولی که شخص پابند دین است برش بشارت و خوشخبری هست و در حالت دومی یک انذار است بیم است هشدار است چندین بار ما ای قایده را گفتیم برای دو سات تکرارا گفتم که پیامبر در خواب دیدن از نظر کلیات این باز هر پیامبر خصوصیت خود داره چون صفات انبیاء علیه مسلاط و, و سلام در قرآن گفته شده مبشرین و منذرین اینال اگر اینها هر کس حالت خودم میفهم اگر حالتش خوب از پابندی بدین داره خوش خبری از خصوصا رسول الله صلی الله علیه و سلم که از در خواب میبینه اگر قرضدار از از قرض خلاص میشه اگر غمگین از غمش از بین میره اگر مریض از شفا یاب میشه اگر هیچ مشکل نداره ان شاء الله با زیارت رسول الله صلی الله علیه و سلم مشرف میشه که الله برای من برای شما هم و به همه بینندگان خیر سلامت باشه خدا خیر دنیا امان گفته من هر وقت در خواب میبینم لبا... لباس کهنه یا جدید میخرم لباس چند حالت داره که اگه کهنه تنها میبود کهنه دلالت میکنه و طول عمر اینا جدید در دویش متناقض جدید کنه اینا لباس از یک لحاظ لباس خود سطر است لباس از نظر کلیات بعضی و از آیت هن لباس لکم و انتم لباس لهن به ازدواج هم ایره چی کردن از جمله طبقه ذکور است که سوال نه خانم ها هست خب به هر صورت اگر مجرد باشه امکان داره که اینا ازدواج کنن و اگر نیک ازدواج کردن متعهل هستن ان الله دلالت میکنه به عفت پاک دامنی و سطر و پوشیدن ان شاء الله تبسم بله. هم گفته سلام خدمت شما من همیشه خواب میبینم که تو خوابم خیلی گریه میکنم و غم و اندو دارم و اینکه همیشه عروسی خواب میبینم اگر لطف کنید بگید یا بگید که چی تعبیر داره از طبقه ناز هستی یک چیز مذاق هم کنیم احمدی صاحب زنها شاید در مفکر روسی هم خواب کنند اگر روسی هم که یک افت پیش میشه منتظر است که چی وقت باز روز روسی میرسه یکی از اقوالی که مشهور هم است میگه کدام وقت در روسی کسی از طبقه ناز خبر بود در نزدیک بام بود نگوین که یک دفعه از بام نفت از خوشحالی خب به هر صورت دو قسمت آخر شاید نفسانی باشه قسمت اولش که گفتن گریه غم اندو ما قایده رو برشان گفته بودیم که هر وقت شما خوابی رو میبینین که خوابی که خوشایند نیست خوابی است که غمگین میباشین او خواب شما برای کسی حکایت نکنین بلکه از آداب نظر به حدیثی است که به سمت چپ سه بار تف انداخته شه سه بار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفته و به هیچ کسی حکایت نکنه اگر نه مطلق گریه ولی کن غمگینی نیست با کایره در عربی میگن کی به زدش هم تعبیر میشه گاگای یعنی گریه با خنده ان شاء خوشی نصیبشون میشه ولی چون گفتن که غمگین هستن خوابی است که خوش ندارن، توصیه ما است که قسم خواب ها را حکایت نکنند سپاسگزار هستم جناب استاد از اینکه دعوت ما را پذیرفتین امروز بازم پنجشنبه آمدین و تعبیر خواب ها را به خانش گرفتید و خیلی باشه سلامت سپاس امتنان از شما آیزا هم که بیننده صبح زندگی هستین ما را همراه باشین صحبت های جناب استاد امان احمدی کارشناس مسائل اسلامی بود که در رابطه به تعبیر خواب بیننده ها داشتیم وقفه داریم بعد از وقفه صدای شما همکار بسیار خوب ما مرمانچا احمد و مهمان گیرون فراموش پراموش نکنید بخش صدای شما.